بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، با من عبدالرحمن محقق خوش آمدید. یک هیئت اندونزیایی در دیدار با وزیر امور خارجه کشور در کابل تعهد کرده که این کشور در بخش‌های صحت و ارائه بورسیه تحصیلی با افغانستان همکاری می‌کند. وزارت امور خارجه در خبرنامه گفته که در دیدار این هیئت با مولوی امیرخان متقی، توسعه روابط دو جانبه افغانستان و اندونزیا در ابعاد سیاسی، اقتصادی، تجارتی و مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای متقی تأکید کرده که با توجه به مشترکات دینی و فرهنگی و احترام متقابل مردم و دولت‌های افغانستان و اندونزیا، افغانستان خواهان تقویت و توسعه رابطه کشور دوست و برادر خود اندونزیا است. و افزوده که امنیت در افغانستان پس از 45 سال جنگ تأمین گردیده و فرصت خوب برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های انرژی، معادن، زراعت، سرکسازی و صنعت ایجاد شده است. وزیر امور خارجه کشور همچنان تأکید کرده که رابطه افغانستان با جامعه جهانی در حال گسترش است. این کشور رابطه خوب با همسایگان خود و منطقه را حفظ کرده است. برای تحلیل این موضوع بیشتر بحث میکنم با مهمان برنامه، محترم نقیب الله عمرخیل، آگاه مسائل سیاسی که از طریق خط تلفن در برنامه با ما وصل هستند. جناب عمرخیل، سلام، وقت شما بخیر. بسیار زیاد تشکر از اینکه به بحث ما فرصت گذاشتین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام هر ادب دارم خدمت شما و خدمت دستنبرداران بخش تکنیک شما و همچنان شنوندگان عزیز رادیو افغانستان. تشکر. جناب مرخیل صاحب، شما هم در جریان هستین که دیدارها در اواخر افزایش پیدا کرده، دیدارهای مختلف وزیر امور خارجه کشور و برخی مقامات دیگر امارت اسلامی با نمایندگان کشورهای جهان افزایش پیدا کرده، این به چی معنی است؟ خب ببینین، حکومت امارت اسلامی افغانستان که همیشه خواهان عزیزی بودند که در افغانستان یک صلح تاسری و همچنان یک اقتصاد مرتب به مردم افغانستان داشته باشند. و وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان که در رأس از او مولوی صاحب امیرخان متقی هستند، اونام همیشه خواستن همی است که با تمام کشورها یک رابطه نیک و حسنه داشته باشند تا بتانند که مشکلاتی که در افغانستان وجود داره از طریق کشورهای دیگر با این دید و بازدیدها اون مرفوع شده و حل شده. و تقاضای مردم افغانستان هم از حکومت امارت اسلامی افغانستان همی بوده همیشه که باید رابط حکومت امارت اسلامی افغانستان با کشورهای منطقه و فرامنطقه به خصوص کشورهای اسلامی حسنه باشند تا بتانند که دست مردم افغانستان بگیرن. و این دیدارها همیشه وقت ما و شما در جریان هستیم که حکومت امارت اسلامی افغانستان تلاش کردن تا با حکومت‌های دیگر و دولت مردای کشورهای دیگر دید و بازدید داشته باشند که امروز ما و شما در جریان هستیم که کشورهای مختلف نمایندهشان اینجا آمده و همراه حکومت امارت اسلامی افغانستان سر موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط دیپلماتیک با امارت اسلامی افغانستان صحبت‌های داشتند. بنان این روابط هر چقدر که میان حکومت امارت اسلامی افغانستان و شرکای یا عدد و مشرکای یا کشورهایی که میخواهند که با افغانستان یک تعامل نیک داشته باشه، دید و بازدیدها بسیار میتونه مفید تمام شوم به کشور ما هم و کشورهای خود از اونا. بنابراین دید و بازدیدها همیشه به نفع مردم افغانستان بوده و هر چه قدر که با کشورها دید و بازدید و نمایندهشان صورت بگیره، همان قدر افغانستان از مشکلاتی که وجود داره به زودترین فرصت بیرون خواهد شد و نتیجهش هم شما میبینیم با کشورهایی که امارت اسلامی افغانستان گفتگو داشتن، دیدارهایی داشتن، امروز در افغانستان چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ اقتصادی شما می‌بینید دمکاری خود داشتن، تفاهم‌نامه امضا شده و در افغانستان اونا عملاً کار میکنن. بنان
تجدید بازدید ها به نظر شخصی من یک نقطه بسیار مهم و زنده هست و قابل توجه است که امارت اسلامی افغانستان با نماینده مختلف کشورها دید و بازدید میکنند که انشاءالله که موفقیت بر افغانستان داشته باشد. جناب مرخیر صاحب، در رابطه با تلاش مقامات امارت اسلامی برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی اشاره کردین، سفر هیئت اندونزیایی که به کابل حالا سفر کرده ای چقدر میتونه در رابطه میان دو کشور اثرگذار باشه؟ خب ببینیم، کشور اندونزیا یک کشوری هست که همیشه در کنار مردم افغانستان ایستاده بودن و خواستن که از هر لحاظی که شده بتانه اونا کمک خود ادامه بتن به افغانستان. و امروز هم مقامات اندونزیایی با وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان و دیگر مقاماتی که دیدار داشتن، شما دیدین که وعده های خوبی کردن به ملت شریف نجیب افغانستان که برای مسئلین اونا بوسار اعطا میکنن و در لحاظ صحی هم کمک کردن و کمک میکنن. در گذشته هم کمک های کشور اندونزیا را ما در جریان هستیم، نباید نادیده بگیریم. در نخست خب قابل یادآوری است که از کشور اندونزیا ما تشکری بکنیم، چون وقت به وقت کمک های خود به مردم شریف افغانستان داشتن. بنان در هر نگاه البته اونا کمک کردن و امروز هم تقاضایشان همی است که با حکومت امارت اسلامی افغانستان نشست داشتن، از خاطر از این که کمک ها به افغانستان صورت بگیره، چی از لحاظ اقتصادی باشه، چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ تعلیم و تربیتی باشه. که شما در جریان هستن که کشور اندونزیا همیشه به افغانستان کمک کردن و این دید بازی ها با مقامات امارت اسلامی افغانستان نماینگر حضی است که کشورهای وجود دارند که با مردم افغانستان صادقانه کار میکنن و کوششان همی است که با مردم افغانستان صادقانه کار بکنن و در مردم افغانستان کمک رسانی بکنن. از این جمله کشور اندونزیا است که همیشه تلاشش هی بوده که در افغانستان کار بکنن، به یک نوعی بتانن که همو مشارکت خود در حکومت امارت اسلامی افغانستان، یعنی مشارکت فعال بشر دوستانه خود در افغانستان داشته باشد. که امروز ما و شما در جریان هستیم که نماینده اندونزیا به افغانستان آمدن و با مقام وزارت خارجه افغانستان همین خان متقی دیداری داشتن و در این دیدار یک دیل از وعده ها هم سپرده شد که انشاءالله کشور اندونزیا با مردم افغانستان به خصوص در بخش صحت و در بخش دیگر بخش افغانستان کمک میکنن و به خاطر ارتقای ظرفیت جوانای افغانستان مسئولین افغانستان اونا بورسای را اهدا میکنند. بنابراین بسیار یک گفت ارزشمند و مهم است و در این مرحله حساس باید تمام کشورها کوشش بکنند که به افغانستان کمک بکنند، یاری برسانند تا بکنند مشکلاتی که در افغانستان وجود داری و زودترین فرصت جمع شود از افغانستان. و در ضمن از این حکومت امارت اسلامی افغانستان هم با محقق درد عمیقی که داشتن و خواستن که با تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی یک تفاهمی داشته باشن، یعنی تفاهم به این هدف که یک میخواهن که یک روابط دیپلماتیک منظم و منسجم داشته باشن تا بتانن هزی طریق امو هداف خود به هداف خود نایل بیان. حکومت امارت اسلامی افغانستان هم بر از اونا وعده سپرد که افغانستان به هیچ کشوری خطر نخواهد بود و در ضمن افغانستان یک کشور مستقل و آزاد است و یک نظام مستقل و آزاد در افغانستان کار میکنه. و همونطور که وعده های نماینده اندونزیا به افغانستان سپردن، حکومت امارت اسلامی افغانستان هم در بخش امنیت و دیگر دلخوردگی هایی که داشتن اینا هم وعده سپردن. بنابراین یک موضوع بسیار مهم و اساسی است، نباید دیگه نادیده گرفت و حکومت امارت اسلامی افغانستان همیشه تلاش خشبی نپذیری دهی اثر کردن که باید کشورها با افغانستان همکاری داشته باشن، از هر لحاظ شده باید کمک بکنن افغانستان. بنابراین قابل قدر است برای ما به مردم افغانستان و انشاءالله که این یک روز به نتیجه خواهد رسید و کشورها متحد بمی خواهد شدن، متقاعد که افغانستان هم به رسمیت بشناسن و در ضمن ازی بتانن که هم کمک های خود برای همیشه در افغانستان گیان داده باشند.
درست. جناب مرخیل صاحب، حالا به همان گونه که شما مشاره کردین که هیئت اندونزیایی در دیداری که با وزیر امور خارجه کشور داشته تعهد بر همکاری در بخش های صحت کرده، حالا فکر میکنین اگر کشور اندونزیا یا کشور دیگری من همان اندونزیا در بخش صحت با افغانستان کمک بکنه، چقدر میتونه بهبود را در عرصه صحت در کشور به وجود بیاره؟ خب شما ببینید کشورهایی هستند که امروز در افغانستان کمک های صحی را ادامه دادن و ادامه میتن و همیشه در جریان هستیم که به خاطر افغانستان، مردم افغانستان و وزارت صحت عامه افغانستان هم در این قسمت تلاش هایی را داشتن که بتانن جلب توجه کشورهای دیگر را داشته باشه در قسمت سکتور صحی افغانستان. و این ارشد ضرورت از مردم افغانستان و ما از امکانات خوب متاسفانه که برخوردار نیستیم در 20 سال گذشته در افغانستان، به خصوص در سکتور سیوی افغانستان سرمایه گذاری درست صورت نگرفته و مشکلاتی که از گذشته باقی ماندن، امروز حکومت امارت اسلامی افغانستان تلاش دارند که همون مشکلات از بین وردارند. اما کشور اندونزیا نه تنها کشور اندونزیا بلکه کشورهای زیادی هستند که به لحاظ سی کشور افغانستان تمویل و تجهیز میکنند. شما در جریان هستیم که مردم افغانستان در 20 سال گذشته شما دیدیم که بسیار آواره و به خانمان شدن. از این خاطر شما میبینید امروز هم مسئله مهاجرین افغانستان است و همچنان حکومت امارات اسلامی افغانستان در هر عرصه توجه دارد که برای مردم افغانستان رسیدگی صورت بگیرد و این بسیار کار نیک است و کشور اندونزی هم وعده سپرد در بخش از این که بتانه با سکتور سیوی افغانستان اونا کمک بکنن و کشور اندونزی نه تنها امروز در گذشته هم در سکتور سیوی و تعلیم و تربیت مردم افغانستان و حکومت افغانستان هنا میشه دست پنجه بگن کوشش کردیم در سکتور سی افغان فهم تشکر جناب مرخل سیب. شنوندگان محترم، ادامه بحث را پس از یک میان برنامه کوتاه شنونده باشید. اگر نمازگزار می دانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر خود را از سجده بر نمی داشت. راننده های محترم، در هنگام رانندگی استفاده از موبایل خلاف قانون ترافیکی می باشد، لطفاً توجه داشته باشید. هموطنان عزیز، نظافت جز ایمان است. بیایید در نظافت خانه، محل کار و شهر خود توجه کنیم تا به امراض گوناگون مبتلا نشویم. دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند جل جلاله نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه الله جل جلاله است. اطفال سرمایه کشور ماست. بیایید به نظر آنها احترام و به آنها توجه داشته باشیم و به تربیت آنها بکوشیم و از رفتاری که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آنها داشته باشیم تا در آینده بار دوش نشوند و خدمت به کشور خود نمایند. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پروانه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. در اوریدونکو و مسئولین سره خبری اتری در برنامه 34 سلور دیرش پروانه و سلور دیرش پروانه کی بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان.
رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، دوباره به ادامه بحثمان خوش آمدین. مهمان من جناب محترم نقیب الله مرخیل، تحلیلگر مسائل سیاسی است که از طریق خط تلفن در برنامه با ما پیوسته. جناب مرخیل، سب همان گونه که وزیر خارجه کشور نیز گفته که دو کشور مشترکات زیادی با هم دیگر دارند، آیا این داشتن مشترکات دینی و فرهنگی میتونه یک انگیزه باشه برای توسعه همکاری های مشترک میان دو کشور؟ تمام مسائلشان مشترک باشه از نگاه دینی و دیگر مسائل، طبعا اون کشور خوب درک کرده میتونه یک شخصی که امنوش یک شخص دیگه باشه و او میتونه که اون شخص خوب درک بکنه. کشور هندونزی هم میتونه که افغانستان به شکل بسیار خوب و نظامش درک بکنه، هم از لحاظ های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نظام حکومت داری. بنام این بسیار یک کمک بزرگ است هم به حکومت امارت اسلامی افغانستان و هم به کشور اندونزیا و هم به مردم افغانستان، چون کشور اندونزیا یک کشوری هست که از هر لحاظ میتونه با افغانستان تعامل نیکی داشته باشه و این مشترکات میتونه که افغانستان و مردم افغانستان و حکومت افغانستان به شکل درست و بهترش کشور اندونزیا و مقاماتش ترک بکنن. بنام این مشارکت و این یک نوی از کمک کردنی است که کشور اندونزیا به مردم افغانستان وعده سپردن و همچنان وعده هایی کردن در بخش صحی و تعلیم و تربیه. این مشترکات میتونه کردو کشور را نزدیکتر بسازه و روی همه مسائل تفاهم بسیار خوب صورت بگیره، مثل که امروز یک تفاهم بسیار خوب صورت گرفت در بخش سکتور صحی و تحصیل. بنام کشور اندونزیا یک کشوری هست که همیشه خواسته که با افغانستان دوست یاری بتن و افغانستان کمک بکنن و حکومت امارت اسلامی افغانستان هم از طرف دیگر تلاششان همی است که با کشورهای منطقه و فرا منطقه به خصوص کشورهای اسلامی که در دنیا وجود داره، اینا تا یک سیاست مدبرانه را پیشو گرفتن و میخوان که یک سیاست باشه که در خلب تانین کشورها افغانستان کمک بکنن و این را باید نادیده نگرفت که حکومت امارت اسلامی افغانستان تلاششان شبانه از روزی تلاششان همی است که از هر لحاظ باید تمام کشورها با افغانستان متحد و موافق باشن و بتانن که از هر لحاظ مردم افغانستان کمک بکنن. به دلیل از اینکه در 20 سال گذشته در افغانستان متاسفانه اکثر هیچ سکتور درست سرمایه گذاری صورت نگرفته بود و مشکلاتی که مانده به حکومت امارت اسلامی افغانستان میخواین گوره به شکل منظم و منسجمش از طریق همی کشورهای منطقه و فرامنطقه و نمایندهای از همی کشورها به شکل درست شوره حل بکنن. خوشبختی است که کشورها مال متقاعد به این شدن که با حکومت افغانستان کنار بیان و بالای پروژه های بسیار مهم اقتصادی سرمایه گذاری بکنن که تمام حضور ما و شما در جریان هستیم که پروژه های بسیار بزرگ و انگفت در افغانستان روی کار است و کشورها کار میکنن سر از او. و کشور اندونزی هم یک کشوری هست که همیشه افغانستان کمک کرده و بعد از هم کمک خواست کرد. درست جناب مرخیل صاحب، حالا اگر چه کشور اندونزی که از کشورهایی بوده که بعد از پیروزی امارت اسلامی در ابعاد مختلف با افغانستان همکاری داشته، مگر به صورت کلی بیایم بررسی بکنیم، بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان حاکمیت را در افغانستان بر دست گرفت، کشور اندونزی در بخش‌های مختلف با افغانستان چگونه یک رابطه را اختیار کرد و چگونه روابطش که تا حال هست گسترش پیدا کرد؟ ببینیم کشور اندونزیا، ما پیشتر هم یاد کردم و که کشور اندونزیا نه تنها که در حکومت امارت اسلامی افغانستان کمک های خود ادامه دادن، بلکه پیش از یام ادامه داشت کمک هایشان. اما متاسفانه که در گذشته کمک ها به صورت درست از او مدیریت و انسجام نمی رفتنان، امروز حکومت امارت اسلامی افغانستان به یک شیوه بسیار خوب و مدرن از او میتونه که کمک ها را مدیریت کنه در افغانستان. و کشور اندونزیا نه تنها که در بخش صحی سرمایه گذاری کردن و به افغانستان کمک کردن، در بخش تعلیم و تربیه برای مسئولین افغانستان، برای جوانای افغانستان، اونا
بورس‌های تحصیلی را فراهم کردند در گذشته و در حال و هم از لحاظ اقتصادی کشور عزیز ما را افغانستان را کمک کردند. این بسیار یک روابط بسیار تنگاتنگ از بین میان کشورهای اسلامی که به خصوص کشور افغانستان و کشور هندونزیا و راز موفقیت حکومت امارات اسلامی افغانستان هم هی بوده که همیشه تلاششان هی بوده که با کشورهای منطقه و فرامنطقه به خصوص کشورهای اسلامی یک تفاهم نیک داشته باشند تا مو روابط از اونا حفظ شود. و امروز ما شما میبینیم که کشور هندونزیا هم علاقه‌مند جزئی است که در افغانستان از هر لحاظ بتانه که کمک بکنه مردم افغانستان و یک سرمایه گذاری در افغانستان داشته باشه که تا بتانه مردم افغانستان حاسوده زندگی بکنم. و حکومت امارت اسلامی افغانستان هم وظایف خانگی خود را به شکل درست پیش میخواهد که مدیریت بکنه و انسجام ببخشه و همراه تمام کشورها و نمایندهاشان گفتگو میکنن و کشورها را هم شما در جریان هستیم که وعده های مختلف به حکومت امارت اسلامی افغانستان اونا دادن، مثل کشور هندونزیا که در بخش های مختلف وعده کردن که با افغانستان همکاری و کمک میکنن. بنابراین یک گام نیک است به مردم افغانستان و حکومت امارت اسلامی افغانستان. بسیار زیاد تشکر جناب مرخر صاحب. مرخر صاحب، شما هم در جریان هستین که در این اواخر دیدارها افزایش پیدا کرده، مثلا همین هیئت اندونزیایی با معاون اداری ریاست الوزرا هم دیدار داشته و جدا از این که حالا نشست سوم دوحه هم آهسته آهسته نزدیک شده میره، نماینده های سازمان ملل میان در افغانستان دیدار بداشته باشند، ادامه این دیدارها چی تأثیری میتونه در گسترش رابط افغانستان با جهان داشته باشند؟ خب ببینین، تمام کشورها تلاشان همی است که با حکومت افغانستان به یک نوع تعامل داشته باشند و به فرموده شما که جلسه تو هم نزدیک است و اجلاس تو هم نزدیک است، تمام کشورها میخواهند که همو معلومات خود در مقابل از او جلسه یا وقتی که برگزار میشه معلومات کافی از افغانستان داشته باشند، از حکومت افغانستان داشته باشند و نماینده های مختلف کشورها در افغانستان حضور پیدا میکنند و با مقامات حکومت امارت اسلامی افغانستان دید و بازدید دارند. و یک مثلا حکومت افغانستان هم هست و حق مثلا کشورهای دیگه هم هست که باید بیان بشینن با روبرو با مقامات حکومت امارت اسلامی افغانستان گفتگو بکنن، چنازنی بکنن تا بتانن با مو اهداف خود در دو طرف برسن. بنابراین بسیار یک کار مهم و ارزنده است، در اون طرف یک جلسه بسیار مهم و اساسی است که برگزار میشه. در این طرف هم کشورها تلاشان همی است که بیان در افغانستان هم معلومات خود را تکمیل بکنن. اما باید این نگفته نباید گذاشت که کشورها باید همو تصویر واقعی افغانستان به کشورهای خود، نماینده کشورها به کشورهای خود انتقال بدن، از امنیت افغانستان، از اقتصاد مردم افغانستان و از هر لحاظ باید همو نکات مهم و ارزنده را با اونجا به شکل واقعیتش باید نکاز بدن. اما متاسفانه بعض کشورهای وجود دارن که در افغانستان میان تمام چیز را میبینن در ابزار که تحت کنترول از گنان باز هم به کشور خود که برگشت میکنن یک گزارش ضد نقیض درباره حکومت امارت اسلامی افغانستان را میکنن که خلاف تمام موازین حقوق بشری و همچنان حکومت داری است. بنابراین تمام کشورها باید به یک شکل امو گزارش خود در این جلسه بسیار مهم و ارزنده ابراز بکنن که واقعیت‌های افغانستان باشه و حکومت امارت اسلامی افغانستان هم تلاش همیره داره که و کشورها همیشه وعده سپردن که از افغانستان به هیچ کشور تحت تهدید نخواهد بود و حکومت امارت اسلامی افغانستان هم تلاش همی است که بتانه تمام کشورها را قناعت حاصل بکنه و در صحنه عمل برشان نشان بده که در افغانستان چیزی که ما میگیم همو چیز وجود داره. بنام کشورهایی هستن که روی واقعیتها هم استوار هستن، اما متاسفانه کشورهایی هستن که روی واقعیتهای افغانستان استوار نیستن، متاسفانه پروپاگندهای وجود داره. اما خوشبختانه میره ببین که حکومت امارت اسلامی افغانستان هیچ وقت زیر تاثیر کشورهایی نمیره که اونا حسل واقعیت برملا نمیکنن. بنان حکومت امارت اسلامی افغانستان همیشه خواست و درخواستش از تمام کشورهایی است که باید روی واقعیت ها کار بکنن و کشور هندونزیا هم یک کشور بسیار کشور خوب و کشور ارزشمند در سیاست و در عرصه
کمک‌گذاری به مردم افغانستان به نام دید بازدیدها که از هر کشوری باشه به نفع حکومت افغانستان است و انشاءالله که یک روز این رقم بخوره به رسمیت شناختن حکومت افغانستان. هر چقدر که نماینده های کشورهای مختلف به افغانستان حضور پیدا بکنن همه قدر ما میتونیم که به رسمیت شناختن نزدیک شویم. بنان یک روز امید از این داریم که رقم بخوره به رسمیت شناختن حکومت افغانستان که انشاءالله او ان قریب است و خداوند بزرگ همه ما را کمک بکنه، به خصوص حکومت امارت اسلامی افغانستان که بتانه قناعت جامعه جهانی را در چوکات شریعت دین مبین اسلام بدست بیارن و افغانستان اونا برست نبشن. بسیار زیاد تشکر جناب مرخص از این که به بحث ما فرصت گذاشتین. خیلی آفیت باشین، تشکر از شما. خدا حافظ شما و شنوندگان محترم. از شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنوندگی برنامه دیگر. خدا نگهدار.